باز هم یک انفجار دیگر در کابل. و نام خداوند بخشاینده مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی پرس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. باز هم یک انفجار دیگر در کابل. صبح امروز رنجر ارتش در مقابل بلاک های کلول پشت هدف انفجار ماین چسبکی قرار گرفت. کابل، هفته جدی 1399، حوالی ساعت 7:50 دقیقه صبح امروز در مربوطات ناحیه چهارم ساحه کلول پشت بلاک های قاری یک اراده واسطه نو رنجر هدف انفجار ماین قرار گرفته است. در عین حال لحظات پیش صدای نیرومند انفجار در خیرخانه کابل شنیده شده است. این در حالی است مسعود اندرابی وزیر داخله می گوید که در پیوند با جان باختن یما سیاوش گرداننده پیشین برنامه های طلوع نیوز، سه مظنون بازداشت شده اند. آقای اندرابی این موضوع را امروز در نشست کمیته مشترک حکومت و رسانه ها بیان کرده است. این در حال است منبع سه تن از سناتوران بابکرخیل محمد عظیم قویاش و محمد انور باشلیق حین گرفتن $100,000 رشوه در بدل انجام کار یک تن از شهروند در ولایت بلخ از سوی کارمندان کنترل و مراقبت سارنولی با همکاری امنیت ملی بالفعل دستگیر شدند. در عین حال قاتلان یما سیاوش بازداشت شدند. مسعود هندروبی وزیر امور داخله می گوید که سه تن در پیوند به قتل یما سیاوش مشاور بانک مرکزی و گرداننده اسبق برنامه های طلوع نیوز بازداشت شده اند. هندروبی وزیر داخله سه تن در پیوند به قتل یما سیاوش بازداشت شده اند. این در حالی است رسمویی بزرگ از مجلس سنا امنیت ملی سه سناتور را در بلخ و اتهام اخذ رشوه بازداشت نموده اند. این سه سناتور محمد عظیم قویاش، محمد انور باشقیق و لیاقت الله بابکرخیل هستند. برای نظارت از گمرک بلخ موظف بودند. هنگام گرفتن $40,000 بازداشت شده اند. این در حالی است پژواک گزارش داده که سه عضو مجلس سنا به اتهام گرفتن رشوه در بندر حیرتان بازداشت شده اند. این سه سناتور موظف شده بودند تا از گمرک حیرتان نظارت کنند، اما خودشان هنگام گرفتن $20,000 بازداشت شده اند. در عین حال با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. تا ویدیوی دیگر خدایا رو نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.